حالا من میگم چگونه شد که سینما آتیش بفرمایید. خواهش می‌کنم. در آبادان سه گروه فعالیت مذهبی داشتن، یک روحانیان بودن، یک حسینی اصفهانیان بود که عده از تجار اصفهان به سرپرستی برادران زریباف، حاج ابراهیمی، حاج قبادی، رشیدیان این رو رهبری میکردن. رشیدیان که بعد شد نماینده مجلس. حتما من خبر ندارم دیگه. کیاوش هم تو همین حال حالا عرض میکنم و لورقبا هم تو همین. بله از بوزم براتون و از لورقبا هم جز همین گروه حسینی اصفهانیان بود و گروه دیگری که فرهنگیان بودن و فعالترین آنا شخصی بود به نام کیاوش. این کیاوش جلسات قرآن داشت و در اونجا بحث و گفتگو میشد برای جوانان. کیاوش هم دور اول دوم نماینده مجلس. کیاوش فرماندار شد، استاندار شد و گویا نماینده مجلس. این دستمزدشون بود. بله. قبل از این به ما اطلاع داده شد که از قم و اصفهان هیئتی به حسینی اصفهانی آمدن و اینها گروه را تحت فشار قرار دادن که حتما بایستی در آبادان شما کاری بکنید که مردم آبادان هم مثل بقیه شهرهای ایران به شورش بلند شد، چون آبادان تا اون روز ساکت‌ترین شهر ایران بود و با خبر باشید و ما میدونستیم که یه اقدام اینا خواهند کرد. حالا در کجا نمیدیم، ما فعالیت هایمونو و مراقبت هایمونو در نقاط حساس و حیاتی به اصطلاح تشدید کردیم. بعد وقتی که کیاوش به این جوانان شروع میکنه صحبت کردن، ضمن اینکه ترغیب و تشویقشون میکنه، ضمناً تحقیرشون هم میکنه، میگه از طرف جوانان شهر بوشهر و شهرهای دیگه برای شما خیلی معذرت میخوام، این کلام رو میگم، لباس زنانه فرستادن چون شما حرکتی نداری، مرد نیستی. اینها ناراحت میشن. بعد در همونجا اعلام آمادگی میکنن که ما حاضر به هر گونه اقدام هستیم. بعد طرحی تهیه میشه. اولین طرح ترور تیمسار سرتیب رزمی رئیس شهربانی آبادانه. اینا گسیل میشن. گسیل میشن برای ترور تیمسار رزمی. خب ما مراقبت از تیمسار رزمی رو بسیار تشدید کرده بودیم، چون ایشان قبلا رئیس شهربانی قم بودن، در قم جلوی تمام این وقایع ناگوار گرفته بودن، برعکس تبریز که رئیس شهربانی اون تنزیل درجه شد و ایشان ترفیع مقام یافتن به خاطر همین اقدامی که در قم کرده بودن و برای قم هدف بودیشان. اینا میرن به منزل رئیس شهربانی، میبینن که مراقبت بسیار شدیده و قادر نیستن که کاری بکنن. برمیگردن اطلاع میدن به کیاوش که ما اینجا کاری از دستمون نمیاد. کیاوش دستور میده برید و یکی از سینماها رو آتیش بزنید. اینها یک روز قبل از آتیش زدن سینما رکس آبادان میآیند و سینمایی به در خیابان امیری یا به نام سینما شیری یا شهلا، من اسمش دقیق نمیدونم بگم، تینر تهیه میکنن و میروند و در داخل سالن انتظار اون سینما زمان موقعیت مناسب که میشه تینر را میپاشن، ولی در این حین یک جوان یا دختر یا پسر میان بیرون و برمیگردن، اینا صبر میکنن، بعد که بیت میزنن تینر آتیش نمیگیره، خشک شده بود، خریده بود، پریده بود. تلفن میزنن که جریان اینجوری شد و ما موفق نشدیم. آقای کیاوش دستور میده که خب ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است، سینما دیگر فردا شد، ولی این بار سعی کنید مواد آتیشزا رو غلیظ‌تر و بهتر انتخاب کنید. اینها میرن از یک رنگ فروشی تینر را با یک روغن مخصوص مخلوط میکنن و میان به سینمای رکس ساعت 10:10 یا گروپم بعدن 5 تومن میدن به بلیت فروش سینما، میگن برو برای ما ساندویچ بخر که ناظر نباشه به بلیت فروش. بلیت فروش میره بیرون، وقتی اینا مطمئن میشن تینر را به داخل سالن میریزن و همونجور که قبلا عرض کردم این دیواره ها و کف همه با مواد آگوستیک فرش شده بود، سریع آتش میگن. برای اینکه اینها به چنگ معمولی نیفتن، چون همیشه ما جلوی در سینما رئیس با آبادان با شهربانی ما در حدود 100 متر فاصله داشت، ساختمان شهربانی بود، دارایی بود و بعد سینما رئیس، و اینها میگن که اگر ما بخوایم بعد الان که سینما رو آتیش زدیم در این نابه هنگام بیرون بیایم، ممکنه معمولی ما رو بگیرن.
بریم داخل سالن، بعد با جمعیت که میاد بیرون با جمعیت بیان بیرون وارد سالن میشن. این جوابم برای اون کسانی است که میگن که سینما رو درش قفل کردن. دقت کنم به این مسئله که خود این آقایان وقتی سینما آتیش دادن وارد سینما میشن، بعد منتها آتیش به قدری سریع شعله بر میشه و از درها به داخل سالن سینما وارد میشه که مجبور میشه حسین تکبرزاده میتونه فرار کنه با چند نفر دیگه، ولی اون سه نفر میسوزن. این سرنوشت آتیش زده سینما رشت بود. و بعد حسین تکبرزاده در بازداشت شما بود و بعد حسین تکبرزاده در بازداشت ما بود، پرونده داشت تکمیل میشد و این مراتب تهران گزارش شده بود و وزیر دادگستری وقت دکتر باهری و وزیر اطلاعات دکتر عاملی تهرانی در جریان کامل امر بودند که این وسیله به وسیله رادیو و دستگاه تلویزیون و تمام ارتباط جمعی ایران پخش بشه، که متاسفانه شورش سرانجام یافت، فتنه به پایان رسید و انقلاب شد و این پرونده دیگه باز نشد. در این زمان فردای انقلاب، یعنی یک روز بعد از انقلاب، آخوند جمعی که فعالترین آخوند آبادان بود و در دستور آتش زدن سینما رکس نقش مهم و مثبت داشت، با آخوند دشتی میرون به زندان آبادان و همه زندانیان را پس از یه سخنرانی آزاد میکنن. حسین تکبلی زاده و اون ابراهیم نظریان در سلول های انفرادی بودن. رئیس زندان میاد به جمعی میگه که این دو نفر را شکنیم، اینا عاملین آتیش زدن سینما رکس آبادان هستن. میگه اینا فرزندان انقلابن، اینا را آزاد کنید. اینا هم آزاد میشن. تکبلی زاده به تهران میاد، پیش سباقیان میره، پیش احمد خمینی میره، من نمیدونم پیش آیت الله خمینی هم میره یا نه، و بعد به وسیله محمد منتظری به پدرش آیت الله منتظری معروف که میگن بسیار آدم سالمی بود معرفی میشه. ایشان به حسین تکبلی زاده اماننامه میده به این شرط: این فرد هر اقدامی کرده برای به ثمر رسیدن انقلاب کرده، بنابراین احدی مزاحم این آقا نشود. خب میشه اینجوری حد زد که محمد منتظری احتمالاً که خودش به هر حال در فعالیت‌های محمد منتظری 100% در اینجا دست داشت. عرض کردم به هر حال میشود اینجوری حد زد که محمد منتظری به آیت الله منتظری منتقل کرده است که این آدم فرزند انقلاب است و بعد آیت الله منتظری چه نوشت. خواهش می‌کنم بفرمایید، ببخشید من صحبتتون رو قطع کردم. نمی‌دونم بفرمایید که در اونجا چه گذشته، ولی این امان نامه رو منتظری به این آدم میده. بعد این آقای حسین تکبلی زاده میاد اصفهان در یک تعمیرگاه آهنگری یا مکانیکی مشغول به کار میشه. خب وقتی آبها از آسیاب میفتن و مردم آبادان به هوش میان، نه ای بابا متهم چی شد، و خبر پیدا میکنن که این شخص در اصفهان مشغول کاره. جمعی به سردستگی سازش، همون کسی که اعضای خانوادش همه به استثنای یک نفر کشته شده بودن در سینما رکس آبادان، رادمهر، سازش. بله. رادمهر هم بود، سازش هم بود، ولی سازش بیشتر از همه فعالیت میکرد. بله. سازش به اتفاق چند نفر میآیند و این شخص رو در آبادان، در اصفهان دستگیر میکنن و به آبادان میارن، تحویل سپاه پاسداران و کمیته میدن. دو روز بعد میبینن این آقا دوباره لب شط داره قایق میگیره که بره کویت، دستگیرش میکنن. این بار میارن اینو تحویل شهربانی میدن و مأمور شهربانی تهدید میکنن چنان که از این آدم مراقبت نشه شما مسئولین و ما میدونیم بشم. خب مأمورین شهربانی هم که میدونستن خودشون متهم این پرونده شدن، به هیچ عنوان نمیذاشتن که این فرار کنه. این آقا رو نگه میدارن در بازداشت. در بازداشت که هست نامه ای به سباقیان مینویسه مشروع، که چرا به سباقیان؟ من برای انقلاب خدمت کردم و شما به من وعده هایی دادید، الان در زندانم، پدرم از کار بیکار شده، مادرش هم گفت نمیدونم به چه جرمی زندانی کرده بودم، مادرم در زندانه، به داد من برسید. سباقیان جوابی به این نمیده. بعد اصرار مبرم هر روز که اجازه به من بدهید یا با آیت الله بهشتی یا با محمد منتظری من یک تلفن 2 دقیقه داشته باشم، ولی رئیس زندان این اجازه رو به این آقا نمیده تا به روز انقلاب. حالا سوال دیگه داری بفرمید؟ تا به روز دادگاه. روز دادگاه در سال 59
جواب سرنگ، 7 دقیقه وقت داریم، شما ماجرای دادگاه رو بفرمایید و صحبتایی که توش شده. امیدوارم بتونم در بفرمایید خواهش. در اولا دادگاه به این دلیل تشکیل میشه بعد از یک سال و نیم که در حدود 400 نفر از مردم آبادان مدت 60 روز در داخل زمین دارایی آبادان اعتصاب میکنن و تقاضای رستگی به پرونده میشن و شعارهای زیاد و درشت دور تا دور سینما چسبانده میشه: رزمی سرپوشی برای جنایت رژیم. این و شعارهایی است که مردم در داخل اصفهان میدن: رزمی سرپوشی برای جنایت رژیم. بعد به من اطلاع داده شد تلفنی که دیروز جلسه ای تشکیل شده و گفتن حال که این مردم دست بردار نیستن، ما عده ای از سران وقت آبادان را میگیریم، در این دادگاه اعدام میکنیم تا به این پرونده خاتمه داده بشه و دادگاه تشکیل میشه. و شخصی به نام موسوی تبریزی که متاسفانه صحبت نشد که من داستان ایشون رو بگم، به ریاست دادگاه برگزیده میشه، در صورتی که مردم آبادان تقاضا داشتن شیخ علی تهرانی رئیس دادگاه بشه، همان کسی که قبل بعد از انقلاب اعلام کرده بود سینما رکس را روحانیون آتش زده. دادگاه که تشکیل میشه، همچون اولین فرد که گفتم حسن آشور به اون صورت در میاد، از بقیه متهمین بازجویی میشه تا نفر آخر میرسد به حسین تکبلی زاده. از حسین تکبلی زاده سوالات اولی سوالی که میکنه خود چطور سینما رو آتش زدی؟ ایشان مشروع بیان میکنه چطور شد ما سینما آتش، بدون اینکه بپرسه چه کسی تو رو تحریک کرد، فقط میگه چگونگی آتش زدن سینما رو تشریح کنید، ایشان تشریح میکنه. بعد از اینکه سوالات تمام میشه میگه که آقای حسین تکبلی زاده، روابط شما با سواک شاه چگونه بود؟ حسین تکبلی زاده که آدم بسیار جسور و گستاخه، این رئیس زندان به من میگه بسیار گستاخ، میگه دوباره بفرمایید سوالتون رو. این آقا دوازارش نمیفته که این بخواد چیکار کنه. میگه که عرض کردم روابط شما با شاه و سواک چگونه بود؟ میگه مردی که معذرت میخوام اجازه ندارم، اون رکیک ترین فحشی که به یک مرد میشه داد به این آقا میده، به موسوی تبریزی. به موسوی تبریزی میگه مردی که فلان فلان شده، شما اطلاع ندارید من با کی روابط داشتم، سواک کیه، شاه کیه، اونا که گروهشون از این جریان خبر نداشت. دادگاه به هم میخوره، هم همه میشه، درهای دادگاه رو میبندن، دوربین ها و ضبط صوت ها رو از خبرنگارا میگیرن، فیلم ها و نوار ها رو در میارن و به اینا ابلاغ میکنن که یک کلمه اگه از این مطالب در بیرون درز بکنه شما هم جز ضد انقلاب محسوب میشه. و بعد از دو روز حکم صادر میشه و جالب ترین قسمت اجرای حکمه. مردم آبادان این رو عرض نکردم، سازش و عده دیگری که در اولین روز دادگاه به حضور متهمین اعتراض کردن و گفتن اینها کیان، شما بودین دادگاه، اینا متهمین ما نیستن، متهم اصلی ما کسان دیگر، اینا رو از دادگاه بیرون میکنن و تا آخر این جلسه دادگاه اینا رو به دادگاه راه نمیدن. بعد اینکه حکم صادر میشه مردم با خبر میشن، ساعت 3 بعد از اون مجرمین به اصطلاح مجرمین را محکومین را میبرن برای اجرا حکم. مردم آبادان جلو اینا را میگیرن که از اجرای حکم جلوگیری کنن، با جنگ و گریز در 3 نقطه اینا را پیاده میکنن، موفق نمیشن. سرانجام عده ای از پاسدار و بسیجی جلوی مردم را سرد میکنن و این محکومین رو میبرن در یک گورستانی سریعا اعدام میکنن و فرار میکنن. این داستان مختصر جا 2 دقیقه فرصت داریم، ممکن ازتون خواهش بکنم که عاملان و مسئولان فاجعه سینما رکس رو نام ببرید فقط. من عاملش شماره 1 کیاوش، 2 جمی، برادران زریباف، حاج ابراهیمی، رشیدیان، قبادی، لرغبا، اینها کسانی هستند که در آبادان مستقیما در این جنایت دست داشتند. حالا در با تهران و قم که اینا ارتباط داشتند چه کسانی بودند، من اطلاع دقیقی از اونها ندارم، ولی مطمئنا میدونم روحانیان بلندپایه انقلاب در این جنایت در قم و اصفهان دست داشتند، یعنی دستور از اونها میرفت.